ماها شاید هم بیشتر از آن زمان لازم است تا لبنانی ها به ابعاد کامل انفجار بزرگی که در 4 آگوست بیروت را به لرزه درآورد پی ببرند. نکته ای که درباره انفجار بیروت قطعی است این می باشد که روزهای بعد از 4 آگوست دیگر شباهت چندان به روزهای قبل از این تاریخ ندارد، مخصوصا با توجه به موج انفجار نجات پرستی و فتنه که پرده از تفکر فتنه گرایانه برخ شخصیت ها و نقشه های برخ دیگر برای تجزیه این کشور بر می دارد. به ویژه این تظاهرات ها که بوی نجات پرستی می دهند، خیلی ها در لبنان معتقدند که شعارهای این تظاهرات ها و عملکرد معترضان لبنان را به یاد روزهای جنگ های داخلی می اندازد. تظاهرات کنندگان پیش از نشر حقایق انفجار بیروت در تظاهرات های روز و شب و گذشته به احزاب و چهره های سرشناس این کشور توهین کردند که به باور ناظران در صورت ادامه با واکنش جدی بخش دیگر مردم لبنان مواجه خواهد شد. معترضان در موج تازه تظاهرات ها به پلیس حمله ور می شوند، به منافع عامه یورش می برند و نهادهای حساس دولتی را به کنترل خود در می آورند. همین عملکرد کم پیشینه و خشونتبار معترضان باعث شده که مقام ها در فکر تغییر دولت برایند، از جمله نخست وزیر لبنان که برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی را راهگشای بحران خواند. حسان دیاب تاکید نمود این مسئله را در جلسه بعدی کابینه مطرح خواهد کرد. در حقیقت جز برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی هیچ راه دیگر برای این بحران ساختاری وجود ندارد. ما در وضعیت فوق‌العاده قرار داریم. آماده ام مسئولیت دولت را تا 2 دیگر بر عهده بگیرم تا جریان‌های سیاسی در این مدت درباره حل و فصل بحران کنونی به توافق دست یابند. در انفجار هولناک بیروت در عصر سه‌شنبه گذشته حدود 160 نفر جان باختند و بیش از 6000 نفر هم زخم برداشتند. بی خانمان شدند و نیم از پایتخت لبنان یا ویران شده یا هم آسیب دیده. انفجاری که احتمالاً بیش از 10 میلیارد دلار هزینه روی دست دولت بگذارد.